أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. حمد مخصوص خداوندی است که تمام آنچه در آسمان‌ها و زمین است از آن اوست، و حمد برای اوست در سرای آخرت، و او حکیم و آگاه است. آنچه در زمین فرو می رود و آنچه را از آن برمی آید می داند، و آنچه از آسمان نازل می شود و آنچه بر آن بالا می رود، و او مهربان و آمرزنده است. کافران گفتند قیامت هرگز به سراغ ما نخواهد آمد. بگو آری به پروردگارم سوگند که به سراغ شما خواهد آمد، خداوندی که از غیب آگاه است و به اندازه سنگینی ذره ای در آسمان ها و زمین از علم او دور نخواهد ماند، و نه کوچکتر از آن و نه بزرگتر مگر این که در کتابی آشکار ثبت است، تا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند پاداش دهد. برای آنان مغفرت و روزی پرارزشی است، و کسانی که سعی در تکذیب آیات ما داشتند و گمان کردند می توانند از حوزه قدرت ما بگریزند، عذابی بد و دردناک خواهند داشت. کسانی که به ایشان علم داده شده می دانند آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده حق است، و به راه خداوند عزیز و حمید هدایت می کند. و کافران گفتند آیا مردی را به شما نشان دهیم که به شما خبر می دهد هنگامی که مردید و سخت از هم متلاشی شدید بار دیگر آفرینش تازه ای خواهید یافت؟ آیا او بر خدا دروغ بسته یا به نوعی جنون گرفتار است؟ چنین نیست، بلکه کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند در عذاب و گمراهی دوری هستند، و نشانه گمراهی آنها همین انکار شدید است. آیا به آنچه پیش رو و پشت سر آنان از آسمان و زمین قرار دارد نگاه نکردند تا به قدرت خدا بر همه چیز واقف شوند؟ اگر ما بخواهیم آنها را با یک زمین لرزه در زمین فرو می‌بریم، یا قطعه هایی از سنگهای آسمان را بر آنها فرو می‌ریزیم، در این نشانه ایست بر قدرت خدا برای هر بنده توبه‌کار. و ما به داوود از سوی خود فضیلتی بزرگ بخشیدیم. ما به کوه‌ها و پرندگان گفتیم ای کوه‌ها و ای پرندگان، با او هم‌آواز شوید و همراه او تسبیح خدا گویید، و آهن را برای او نرم کردیم، و به او گفتیم زره های کامل و فراخ بساز و حلقه ها را به اندازه و متناسب کن، و عمل صالح به جا آورید که من به آنچه انجام می دهید بینا هستم. و برای سلیمان باد را مسخر ساختیم که صبحگاهان مسیر یک ماه را می پیمود و عصرگاهان مسیر یک ماه را، و چشمه مس مذاب را برای او روان ساختیم، و گروهی از جن پیش روی او به اذن پروردگارش کار می کردند، و هر کدام از آنها که از فرمان ما سرپیچی می کرد او را از عذاب آتش سوزان می چشاندیم. آنها هرچه سلیمان می خواست برایش درست می کردند، معبدها، تمثالها، ظروف بزرگ قضا همانند حوزها و دیگهای ثابت. ای آل داوود، شکر این همه نعمت را به جا آورید، ولی عده کمی از بندگان من شکر گذارند.
با این همه جلال و شکوه سلیمان هنگامی که مرگ را بر او مقرر داشتیم کسی آنها را از مرگ وی آگاه نساخت مگر جنبنده زمین موریانه که عصای او را می‌خورد تا شکست و پیکر سلیمان فرو افتاد. هنگامی که بر زمین افتاد جنیان فهمیدند که اگر از غیب آگاه بودند در عذاب خار کننده باقی نمی ماندند. برای قوم سبع در محل سکونتشان نشانه ای از قدرت الهی بود. دو باغ بزرگ و گسترده از راست و چپ، رودخانه عظیم با میوه های فراوان، و به آنها گفتیم از روزی پروردگارتان بخورید و شکر او را به جا آورید، شهریست پاک و پاکیزه و پروردگاری آمرزنده و مهربان. اما آنها از خدا روی گردان شدند و ما سیل ویرانگر را بر آنان فرستادیم و دو باغ پربرکتشان را به دو باغ بی ارزش با میوه های تلخ و درختان شور گز و اندکی درخت سدر مبدل ساختیم. این فر را به خاطر کفرانشان به آنها دادیم و آیا جز کفران کننده را کیفر می دهیم؟ و میان آنها و شهرهایی که برکت داده بودیم آبادی های آشکاری قرار دادیم و سفر در میان آنها را به طور متناسب با فاصله نزدیک مقرر داشتیم و به آنان گفتیم شبها و روزها در این آبادی ها با ایمنی کامل سفر کنید. ولی این ناسپاس مردم گفتند پروردگارا میان سفرهای ما دوری بیفکن تا بی نوایان نتوانند دوش به دوش اغنیا سفر کنند و به این طریق آنها به خیشتن ستم کردند و ما آنان را داستانهایی قرار دادیم و جمعیتشان را متلاشی ساختیم. در این ماجرا نشانه های عبرتی برای هر صابر شکر گذار است. به یقین ابلیس گمان خود را درباره آنها محقق یافت که همگی از او پیروی کردند جز گروه اندکی از مؤمنان. او سلطه بر آنان نداشت جز برای اینکه مؤمنان به آخرت را از آنها که در شک هستند باز شناسیم و پروردگار تو نگاهبان همه چیز است. بگو کسانی را که غیر از خدا معبود خود میپندارید بخوانید، آنها هرگز گرهی از کار شما نمیگشایند چرا که آنها به اندازه ذره‌ای در آسمانها و زمین مالک نیستند و نه در خلقت و مالکیت آنها شریکند و نه یاور او در آفرینش بودند. هیچ شفاعتی نزد او جز برای کسانی که اذن داده سودی ندارد. در آن روز همه در اضطرابند تا زمانی که اضطراب از دلهای آنان زایل گردد و فرمان از ناحیه او صادر شود. در این هنگام مجرمان به شفیعان میگویند پروردگارتان چه دستوری داده؟ میگویند حق را بیان کرد و اجازه شفاعت درباره مستحقان داد و اوست بلند مقام و بزرگ مرتبه. بگو چه کسی شما را از آسمان ها و زمین روزی می دهد؟ بگو الله. و ما یا شما بر طریق هدایت یا در زلالت آشکاری هستیم. بگو شما از گناهی که ما کرده ایم سؤال نخواهید شد، همان گونه که ما در برابر اعمال شما مسئول نیستیم. بگو پروردگار ما همه ما را جمع می کند، سپس در میان ما به حق داوری می نماید و اوست داور آگاه. بگو کسانی را که به عنوان شریک به او ملحق ساخته اید به من نشان دهید،
هرگز چنین نیست، او شریک و شبیهی ندارد، بلکه او خداوند عزیز و حکیم است. و ما تو را جز برای همه مردم نفرستادیم تا آنها را به پاداش‌های الهی بشارت دهی و از عذاب او بترسانی، ولی بیشتر مردم نمی‌دانند. می‌گویند اگر راست می‌گویید این وعده رستاخیز کی خواهد بود؟ بگو وعده شما روزی خواهد بود که نه ساعتی از آن تأخیر می‌کنید و نه بر آن پیشی خواهید گرفت. کافران گفتند ما هرگز به این قرآن و کتاب‌های دیگری که پیش از آن بوده ایمان نخواهیم آورد. اگر ببینی هنگامی که این ستمگران در پیشگاه پروردگارشان برای حساب و جزا نگه داشته شده اند، در حالی که هر کدام گناه خود را به گردن دیگری می اندازد، از وضع آنها تعجب می کنی. مستضعفان به مستکبران می گویند اگر شما نبودید ما مؤمن بودیم. اما مستکبران به مستضعفان پاسخ می دهند آیا ما شما را از هدایت باز داشتیم بعد از آن که به سراغ شما آمد؟ بلکه شما خود مجرم بودید. و مستضعفان به مستکبران می گویند وسوسه های فریبکارانه شما در شب و روز مایه گمراهی ما شد، هنگامی که به ما دستور می دادید که به خداوند کافر شویم و همتایانی برای او قرار دهیم. و آنان هنگامی که عذاب الهی را می بینند پشیمانی خود را پنهان می کنند تا بیشتر رسوا نشوند. و ما قل و زنجیرها در گردن کافران می نهیم. آیا جز آنچه عمل می کردند به آنها جزا داده می شود؟ و ما در هیچ شهر و دیاری پیامبر بیم دهنده نفرستادیم مگر اینکه مترفین آنها که مست ناز و نعمت بودند گفتند ما به آنچه فرستاده شده اید کافریم. و گفتند اموال و اولاد ما بیشتر است و ما هرگز مجازات نخواهیم شد. بگو پروردگار من روزی را برای هر کس بخواهد وسیع یا تنگ می کند، ولی بیشتر مردم نمی دانند. اموال و فرزندانتان هرگز شما را نزد ما مقرب نمی سازد جز کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالحی انجام دهند که برای آنان پاداش مضاعف در برابر کارهایی است که انجام داده اند و آنها در عرفه های بهشتی در نهایت امنیت خواهند بود. کسانی که برای انکار و ابطال آیات ما تلاش می کنند و می پندارند از چنگ قدرت ما فرار خواهند کرد، در عذاب الهی احضار می شوند. گو پروردگارم روزی را برای هر کس بخواهد وسعت می بخشد و برای هر کس بخواهد تنگ می سازد و هر چیزی را در راه او انفاق کنید عوض آن را می دهد و او بهترین روزی دهندگان است. به خاطر بیاور روزی را که خداوند همه آنان را برمی انگیزد. سپس به فرشتگان می گوید آیا اینها شما را پرستش می کردند؟ آنها می گویند منزهی از این که همتایی داشته باشی، تنها تو ولی مایی نه آنها. آنها ما را پرستش نمی کردند بلکه جن را پرستش می نمودند و اکثرشان به آنها ایمان داشتند. آری امروز هیچ یک از شما نسبت به دیگری مالک سود و زیانی نیست و به ظالمان میگوییم بچشید عذاب آتشی را که تکذیب میکردید. و هنگامی که آیات روشنگر ما بر آنان خوانده میشود میگویند او فقط مردی است که میخواهد شما را از آن چه پدرانتان میپرستیدند باز دارد.
و میگویند این جز دروغ بزرگی که به خدا بسته شده چیز دیگری نیست. و کافران هنگامی که حق به سراغشان آمد گفتند این جز افسونی آشکار نیست. ما قبلا چیزی از کتابهای آسمانی را به آنان نداده ایم که آن را بخوانند و به اتکای آن سخنان تو را تکذیب کنند، و پیش از تو هیچ بیم دهنده برای آنان نفرستادیم. کسانی که پیش از آنان بودند نیز آیات الهی را تکذیب کردند، در حالی که اینها به یک دهم آن که به آنان دادیم نمی رسند. آری آنها رسولان مرا تکذیب کردند، پس ببین مجازات من نسبت به آنها چگونه بود. بگو شما را تنها به یک چیز اندرز می دهم، و آن این که دو نفر دو نفر یا یک نفر یک نفر برای خدا قیام کنید، سپس بیندیشید این دوست و همنشین شما محمد هیچ گونه جنونی ندارد، او فقط بیم دهنده شما در برابر عذاب شدید الهی است. به او هر اجر و پاداشی از شما خواسته ام برای خود شماست، اجر من تنها بر خداوند است و او بر همه چیز گواه است. گو پروردگار من حق را بر دل پیامبران خود می افکند که او دانای غیب ها و اسرار نهان است. گو حق آمد و باطل کاری از آن ساخته نیست و نمی تواند آغازگر چیزی باشد و نه تجدید کننده آن. گو اگر من گمراه شوم از ناحیه خود گمراه می شوم، و اگر هدایت یابم به وسیله آنچه پروردگارم به من وحی می کند هدایت می یابم. او شنوای نزدیک است. اگر ببینی هنگامی که فریادشان بلند می شود اما نمی توانند از عذاب الهی بگریزند و آنها را از جای نزدیکی که حتی انتظارش را ندارند می گیرند، از درماندگی آنها تعجب خواهی کرد. بر آن حال می گویند به حق ایمان آوردیم، ولی چگونه می توانند از فاصله دور به آن دست رسی پیدا کنند؟ آنها پیش از این به آن کافر شدند و دورا دور و غایبانه نسبتهای ناروا می دادند. رنجام میان آنها و خواسته هایشان جدایی افکنده شد، همان گونه که با پیروان و هم مسلکان آنها از قبل عمل شد، چرا که آنها در شک و تردید بودند.